همزمان با افزایش انتقادها و نگرانی‌های جهانی بابت افزایش محدودیت‌ها در برابر زنان افغان از سوی امارت اسلامی، سخنگوی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری می‌گوید که این سازمان به تعامل با تمام طرف‌ها در افغانستان از جمله امارت اسلامی ادامه خواهد داد و در عین حال برای حقوق بشر و برابری تلاش خواهد کرد. ما واقعا از تصمیمی که آنها گرفتند که زنان را از جامعه افغانستان حذف میکنند متاثر هستیم، اما در مورد مقامات سرپرست برایتان بگویم که ما تعامل خود را با آنها در افغانستان ادامه میدهیم و همیشه این کار را کردیم. میخواهم بگویم که ما بی‌طرفانه نرم های سازمان ملل را انجام دادیم، در رساندن پیام های حقوق بشری تلاش کردیم و قسمی که از سوی رهبری و شورای امنیت دستور داده شده به کارهای خود ادامه میدهیم. در عین حال دوجاری کس امارت اسلامی می خواهد تا راه‌های بیشتری را برای تعامل دیپلماتیک باز کند. او افزوده است که ملل متحد کار خود را در افغانستان به صورت بی‌طرفانه با حسن نیت و تعهد بر حقوق بشر و برابری پیش می برد و طبق دستور شورای امنیت عمل می کند. امارت اسلامی و سایر مردم افغانستان که دوباره می خواهیم روابط خود گسترش بدیم و در شرایط فعلی ضرورت هم می دانیم که ما به کمک های بین المللی نیاز داریم تا بتونیم بین یونما و وزارت امور بالمعروف مسائل از طریق گفتمان حل و فصل گردد. در همین حال امارت اسلامی می گوید که به تعامل مثبت با آرمند است و گسترش تعاملات می تواند به حل مشکلات کمک کند. تعامل موږ هم تاییدوو، د تعاملاتو پر اهمیت او مؤثریت باندې باورمند یو. تعامل یوازینۍ هغه لاره ده چې د ستونزو په حل، د اړیکو په پرمختګ او پراختیا کې مهم رول لري. د نړۍ هیوادونه او سازمانونه باید د افغانستان له اسلامي امارت سره مثبتو تعاملاتو ته راوړاندې شي. این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که از این به بعد با یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان به دلیل تبلیغات همیشگی نادرست آن هیچ نوع همکاری نمی کند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که یونما از قانون تازه توشیح شده این وزارت انتقاد کرده، در حالی که این قانون بر اساس شریعت اسلامی تهیه شده است.